آتئیسم یا خدا ناباوری چیست و چرا گفته می شود در کشورهایی چون ایران و افغانستان در حال گسترش است؟ جان شلنبرگ فیلسوف معاصر می گوید اگر خدایی وجود داشت، خدا ناباوران را بیشتر دوست می داشت، چرا که قوایی که به آنها داده را به کار می برند تا در مورد او موشکافی کنند و پرسش در مورد او را تا حد انکار وجودش جدی می گیرند. اما خدا ناباوری همیشه نتیجه بکارگیری قوایی نیست که خدا باوران معتقدند منشأ الهی دارد. نتیجه شرایط زیست و عوامل سیاسی نیز هست. یک نظرسنجی جدید نشان داده که در ترکیه شمار کسانی که میگویند به وجود خدا باور ندارند در 10 سال اخیر 3 برابر شده است. در ایران و افغانستان امکان چنین نظرسنجی هایی دشوار است، اما امکانات ارتباطی جدید باعث شده خدا ناباوران عقایدشان را صریح تر بیان کنند. ولی آیا خدا ناباوری در میان جوانان آسی بیشتر ناشی از گریز از دین به ویژه دین رسمی نیست؟ و آیا آنچه که گسترش خدا ناباوری خوانده می شود بخشی از روندی نیست که به تنوع اشکال دینداری هم انجامیده؟ این بحث را با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. عرفان کسرایی، پژوهشگر فلسفه علم در دانشگاه کاسل آلمان، و یاسر میردامادی، پژوهشگر فلسفه و دین در ادینبرای بریتانیا. خیلی خوش آمدید آقای کسرایی. چرا شما فکر میکنید خدا ناباوری برای بخصوص جوانها در کشورهایی چون ترکیه، در ایران، در منطقه‌ای که این کشورها درش واقع هستند جذابیت داره؟ قبل از اینکه مفهوم خدا ناباوری رو به صراحت درباره اتفاقی که در ترکیه و آماری که شما هم در ابتدای برنامه ذکر کردید قطعی بدونیم، طیف بزرگی از اقسام خدا ناباوری وجود داره، به خصوص در ترکیه. اینکه در 10 سال گذشته میزان کسانی که خودشون رو آتئیست میدونن 3 برابر شده، در واقعیت وقتی که بیشتر کنکاش کنیم، واکاوی کنیم موضوع رو، به نکته جدیدتری میرسیم. اون هم اینه که این طیف از خدا ناباوری که در حال گسترش هست در واقع یک قرائتی است از آفریدگار باوری اصطلاحاً، که در اسم اصلی دائیسم خونده میشه، دائیزم، که قرائتی است که نسل جدید به خصوص دانشجویان و محصلان در ترکیه طبق نظرسنجی بسیار بهش علاقمند شدن. در این قرائت افراد به دلیل اینکه نقش خدا رو نمیبینند در کاهش رنج‌های بشر، در اینکه مذهب نمیتونه پاسخی به این پرسش داشته باشه که چرا خداوند از اعمال شریرانه جلوگیری نمی‌کنه در جهان، به خدایی باور دارند که این خدا جهان را آفریده و به حال خودش واگذار کرده و دخالتی در امور جهان، در سرنوشت انسان نمی‌کنه. بنابراین بسیاری از کسانی که خودشون رو بی خدا می‌خوانن، در واقع اگر دقیق‌تر بگیم معتقد به دائیسم یا آفریدگار، به خصوص در ترکیه معتقد به دائیسم هستن، یعنی خدایی که دخالت چندانی در امورات بشر نمی‌کنه. این فرق داره اساساً با اون قرائت اصلی آتئیسم. آیا اون چه که باعث میشه دائیسم یا آفریدگار باوری به گفته شما گسترش پیدا کنه، با عواملی که باعث میشه خدا ناباوری تا حدی گسترش پیدا کنه یکی هستن؟ به نوعی بله، ولی خدا ناباوری یکی از جنبه هاش، خدا ناباوری به معنی فلسفی است، خدا ناباوری که از قرون گذشته تا به امروز استدلال هایی که فیلسوفان طرح کردند، اما یک سنخ از خدا ناباوری، خدا ناباوری نو هست که خدا ناباوری نو به خصوص بعد از حملات 11 سپتامبر به خصوص توسط 4 نفر از متفکرین عصر حاضر ما، ریچارد داکینز، سم هریس، کریستوفر هیچنز و دانیل دنت مطرح شده، که اینا فیلسوفان و متفکران انگلیسی زبان هستند. بله بله، این قرائت از آتئیسم، آتئیسم نو هست، اما مبتنی بر پیشرفت‌های علمی، داده‌های علمی، تحلیل داده‌های علمی، که شاید به نوعی اسمش رو گذاشت بشه گذاشت آتئیسم علمی، که صرفاً مبتنی بر دیدگاه‌های فلسفی نیستند. اما اون قرائتی که در ترکیه طبق این نظرسنجی در حال گسترش هست، قرائتی است که
به گواه جامعه شناسان که در ترکیه هم بسیاری از محافل مذهبی حتی درگیرش هستن و نظر دارن نسبت به اینکه این اقبال رو به گسترش از کجا میاد، مبناش بر اینه که خدایی که در جهان دیگه دخالتی نمی کنه و یا نمی تونه از جنگ ها و اعمال شریرانه جلوگیری کنه، به اون دیگه باور ندارن، به خدایی باور دارن که جهان رو به حال خودش واگذار کرده. بله. تعبیر شما چیه از رهندایی که در منطقه ایران، افغانستان، ترکیه درش هستن در این ارتباط قابل مشاهده است؟ چون فقط یک نظرسنجی در ترکیه نیست دیگه، همونجوری که من گفتم توی شبکه‌های اجتماعی در میان جوانان افغانستان، ایران میبینیم مثلا فیسبوکی هست مال آتئیست‌ها و اگنوستیک‌های ایرانی که شاید نزدیک به، اگر اشتباه نکنم، 200,000 تا یا 300,000 تا پیرو داره. اینها به هر حال نشون میده که جنب جوش فکری هست در این زمینه. شما فکر میکنید پشت چه عواملی هست؟ خدا ناباوری البته شواهد نشون میده که رو به گسترشه، یا دست کم بروز و نمود رسانه‌ای بیشتری پیدا کرده. اما در کنار اون پدیده دیگری هم در حال رشده. این که حالا کدومی که پیکان رشدش بیشتر، اینو ما نمیدونیم. اینا نیاز به کارهای آماریه و گرفتن این آمار دست کم در ایران و افغانستان ساده نیست. اما اصل وجودش این پدیده ای رو میشه نشون داد و اون پدیده ایست که اسمش رو میشه گذاشت فردگرایی دینی، که شاید نشه اون رو نوعی خدا ناباوری یا حتی تعبیری که جناب عرفان به کار بردن آفریدگار باوری، دئیزم یا دائیزم به کار برد یا تفسیر کرد، بلکه بهتر اون رو مدلی از فردگرایی دینی به کار برد. مثلا یک نمونه پژوهشی که در این مورد صورت گرفته، پژوهشی است که فرهاد خسرو خاور و امیر نیکپی بیش از یک دهه قبل در سه شهر انجام دادن، در قزوین، تهران و قم، که مورد قمش از همه جذاب‌تر، و کاری کردن اینه که 50 جوان رو از تیپ‌های مختلف در این سه شهر باشون گفتگوی مفصل کردن و حاصل کار رو در دست کم یک مقاله نشون دادن. پژوهش نیکپی و خسرو خاور نشون میده که خدا ناباوری خالص، که حتی آفریدگار باوری هم دیگه قبول نداره چون اونم نوعی خداست، بسیار نادره هنوز در ایران بر اساس این نمونه. البته اگر این نمونه گویایی باشه، آنچه که بیشتر در این نمونه وجود داره این است که نوعی فردگرایی دینیه، یعنی فرد دست به گزینشگری میزنه در دینداری خودش. مثلا ممکنه نماز نخونه ولی روزه بگیره، ممکنه روزه بگیره حضور شما عرض کنم که، ولی احیانا پوششی که از نظر فقیهان واجبه، در مورد اسلام دارم صحبت میکنم، انجام بده. ممکنه نه روزه بگیره نه نماز بخونه ولی اربعین بره، ممکنه اربعین هم نره، ممکنه اعتکاف بره، ممکنه حرم امام رضا بره، ممکنه گاهی نذر بده، با خدا راز و نیاز شخصی داشته باشه، ممکنه یه نیایش شخصی تعریف کنه. این مدل های ترکیبی که البته پدیده مدرنی نیست، در صدای میانه اسلامی هم به ویژه میان عارفان ما این گزینشگری رو داشتیم که در واقع طرف دین خودش رو داره انگاری، ولی اینا گویا رو به گسترشه. و چه چیزی موجب شده این پدیده گسترش پیدا کنه؟ عوامل مختلفی داره، یکیش گسترش آموزش دینیه پس از انقلاب. یعنی هدف حاکمیت در ایران بوده این بوده که از گسترش آموزش دینی از سربازخونه گرفته تا مدارس، تا حضور شما عرض کنم که دانشگاه ها، همه جا در واقع یک سطح سواد دینی رو بالا ببره که به گسترش ایدئولوژی خودش کمک کنه. اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود. اما با بالا رفتن سطح آموزش دینی، حالا افراد احساس میکنن لازم نیست که حتما مرجع تقلید داشته باشن که بهشون بگه چه بکنن چه نکنن در حوزه دینی، همچنان خودشون رو دیندار میدونن. اما با اون متر و معیار دینداری جمعی انقلابی فقاهتی تمام عیار، نه با اون متر و معیار ممکنه که این نوع دینداری خیلی هم دینداری به نظر نیاد. آقای کسرایی، همین فشار و اجباری که ازش صحبت شد به اضافه آموزشی که اجبار عریان نیست ولی به هر حال پشتش انگیزه های زمینی هست، گرفتن نمره، فارغ التحصیل شدن، اینها باعث نمیشه که اونچه که ما خدا ناباوری بنامیم نه یک
جستجوی عقیدتی یا محصول یک جستجوی عقیدتی است، بلکه صرفا یک واکنش به شرایط کشورهای چون ایران و ترکیه باشه. جالب وقتی راجع به ترکیه صحبت میکنیم و 10 سال اخیر رو مثال میزنیم، 10 سالی که دولت و حکومتی در رأس بوده که تمایلات اسلامگرایانه داره دیگه. بی تردید موتور محرکه روانی داشته و نمیشه نقش اثر روانی شرایط اجتماعی مثل مثلا فشار حداکثری حکومت، استفاده حداکثری حکومت ها از دین در ایجاد این موتور محرکه رو نادیده گرفت. قطعا چنین چیزی وجود داره، اما تنها عاملش چنین چیزی نیست. در پیشرفت علم و فلسفه هم موتور محرکه روانی وجود داره. شما ببینید در تاریخ علم بسیاری از دانشمندان موتور محرکه روانی داشتن که یک پژوهش علمی رو به ادامه بدن. یکی از فاکتورها قطعا میتونه این باشه، اما تمام داستان این نیست. اتفاقا آشنایی با دین، با جزئیات دین، با آموزش‌های حکومتی از قضا کمک به فهم بهتر جزئیاتی میکنه که این جزئیات ناسازگارند با علم جدید. شما وقتی که تکست‌های دینی رو میخونید متوجه ناسازگاری اونها با عقلانیت میشید، متوجه میشید که باورهای دینی نظرات غلطی درباره پیدایش جهان دارند، درباره نحوه عملکرد جهان دارند. داستانها و قصه های از آفرینش انسان تعریف میکنند که با علم مدرن جور در نمیاد. از پیدایش کیهان اطلاعاتی به انسان میدن که این اطلاعات شبیه شعر هست و با علم مدرن جور در نمیاد. این هم در ادامه از قضا کمک میکنه به گسترش خدا ناباوری و فاصله گرفتن از باور دینی. به هر حال یک موتور محرکه‌ای که جنبه روانی داشته باشه غیر قابل انکاره، اما در ادامه میتونه فرد با مطالعه بیشتر هم از متون دینی و هم آشنایی با علم مدرن به این نتیجه برسه که یک جای کار در این قصه ها میلنگه. و نکته بعد اینی که بسیاری از این باورهای دینی به صورت لوکال و جغرافیایی هستن، یعنی شما وقتی صحبت از خدا ناباوری میکنید، صحبت از خدا باوری میکنید، کدوم خدا؟ در دایره المعارف خدایان بیش از حدود 2500 خدا آمده و این خدایان بستگی داره که اون قرائتی که در ذهن ما هست از خدایان ادیان ابراهیمی یا خدایان سریلانکایی، جزایر پولینزی، خدایان هندو، مصر و یونان باستان، کدوم یکی از این خداها مد نظرمونه؟ اینم باید مشخص کنیم در ابتدای بحث که وقتی یعنی میخواید بگید همونطور که خداها متعدد بودن و خدا باوری متنوع بوده، خدا ناباوری هم انواعی داره بسته به اینکه به چه نوع خدایی واکنش نشون میده. به عبارتی هر خدا باوری خدا ناباور هم هست، نسبت به خدایان دیگر خدا ناباوره. هر مسلمانی نسبت به خدایان هندو و خدایانی که در تاریخ اومدن و رفتن و منسوخ شدند یک خدا ناباور محسوب میشه. بنابراین خدا باوری مستلزم اینه که ما یه مقداری بیشتر واکاوی کنیم، بگیم مقصودمون دقیقا کدوم قرائت از خداست. در تقسیم بندی هایی که میشه در مبحث خدا ناباوری، از جمله من نگاه کردم مثلا دانشنامه استنفورد که خیلی مشهوره و بعضی از مدخلهاش به شکل کتاب ترجمه شده به زبان فارسی، یه تقسیم بندی میشه تحت عنوان خدا ناباوری صریح و ضمنی. و خدا ناباوری ضمنی اون نوع خدا ناباوری توصیف میشه که شخص ممکنه به شکل صریح بیانش نکنه، یعنی نگه من خدا ناباور هستم، ولی در زندگیش، سبک زندگیش، تصمیمهاش، رفتارهاش چیزی به اسم خدا باوری دیده نمیشه. نه معنی بی اخلاقی، بلکه به این معنا که این شخص وقتی مطالعهش کنی میبینی که عملا زندگیش بر اساس خدا ناباوری شکل میگیره. این احتمالا باید رایج باشه، نه منتها به دلیل شرایط خاص بیان صریح پیدا نمیکنه. درست میگم؟ نه فقط در جهان جدید، بلکه حتی در صداهای میانه. حالا بحث ما چون اسلام صداهای میانه اسلامی هم وقتی تاریخ ها رو ورق میزنه میگوی نبوده که عامه مردم که سبک زیست دینی داشته باشن لزومن و این اساس خیلی انها سبک زیست به تعبیر امروزی سکولار هم وجود داشته. ولی اگه از فرد میپرسیدی که آیا شما خودتون رو خدا ناباور میدونید، احتمالا چنین نمیگفته. و اگر زندگیش رو هم
احیانا مورد مطالعه وسیع قرار میدادی، ممکن بود رگهایی یا مویرگهایی از نوعی اتصال با سبک زیست دینی در جاهایی وجود داشته باشه. به این اساس بله درسته، رابطه خدا باوری و خدا ناباوری وقتی سبک زیست رو وسط بیاریم خیلی پیچیده خیلی میشه. پیچیده است. و خدا باوری خالص و تمام عیار و از اون طرف خدا ناباوری خالص و تمام عیار در واقع بیشتر یک به اصطلاح آیدیال تایپ، بله یک مثال افلاطونی بیشتر تا. ولی بذارید سوالمو جوری دیگه تر کنم، آیا خیلی از اونهایی که میگن ما تجربه دینی داریم خودشون این اسم رو روش نمیگذارن؟ یعنی در یک زمانهایی در یک شرایط خاصی احساس اسرارآمیز بودن هستی بهشون دست میده؟ یعنی واقعیت هم اینه که اینکه ما اینجا هستیم در این مکان در این لحظه پدیده مرموزیه دیگه. یک خدا ناباور هم میتونه اینو بپذیره، برای اینکه خیلی سخت توضیحش. خب این میتونه برای یک فردی تجربه دینی اسم بگیره، ولی همون فردی که تجربه دینی اسم میذاره رو این ممکنه خدا ناباور ضمنی باشه. چنین چیزی ممکن نیست؟ تجربه دینی، دو تا نظریه در مورد تجربه دینی است. یکی اینه که تجربه دینی تفسیر ما اون رو دینی میکنه، این یه نوع تفسیره که در واقع تفسیری است که با تجربه دینی به عنوان یک منبع معتبر شناخت امر الوهی بر سر مه نیست. تفسیر دیگه اینه که ما دارای به تعبیر مولوی حس نهان هستیم و چه بود گفتی از حس نهان، و درسته که از اون تعبیر دینی میکنیم و اون تعبیر دینیمون فرهنگیه، ولی میشه دفاع کرد از اینه که گویی حس نهانی یا تجربه دینی هست به عنوان یه منبع شناختاری نسبت به راز جهان. اگر از من بپرسید من به رأی دوم مایلم. با وجود این تجربه دینی از نظر شما فقط یک اونچه که در زبان انگلیسی گفته میشه state of mind، یک حالت ذهنی نیست، نه کانستراکتیویستی یا صرفاً یک برساخته اجتماعی و سیاسی که مثلا من در خانواده مذهبی به دنیا آمدم، مثلا شب کالباس خوردم سنگین شدم، صبح مثلا یه حالی بهم دست داده چون تو خانواده مذهبی هم میگم مثلا خدا رو دیدم، اگه تو خانواده سکولار بودم میگفتم که مثلا باید برم ناشتا چیزی نخورم حالا خوب بشه. نه لزوما گونه، البته توهم حتما وجود داره، ولی گونه های اصیل از تجربه دینی در سنن دینی مختلف وجود داره که به نظرم نمیشه اون رو به این تعبیر برساخ انگار یا کانستراکتیویستی معنی کرد. شما یه کسرایی میدونم با این نظر ناسازگاری نشون خواهید داد، ولی بذارم خودتون صحبت کنید. چرا من با همین تعبیر تجربه اصیل دینی موافق نیستم قطعاً، چون که علم امروز، علم مدرن، شناخت مغز تا حد زیادی به ما نشون داده که منشأ توهمات دینی و منشأ درگیری انسان با مفهوم خدا، مذهب، بهشت و جهنم در کجای مغز اتفاق میفته. اختلالات شدید سامانه لیمبیک در مغز انسان، در نیمکره راست مغز انسان، حس پرستش و زانو زدن در برابر یک قدرت فراطبیعی، یک خداوندی که احاطه داره بر جهان، حتی سندروم های اینها هم شناخته شده، حتی پیامبرانی که مثل گشفیند سندروم، یعنی سندرومی که افراد احساس میکنند که یک مأموریت الهی دارند، اینها به لحاظ مدل مغزی تا حد بسیار بسیار مشخصی شناخته شده هست برای علم امروز. کارکرد لوب گیجگاهی تا حد زیادی توضیح میده که این تجربیات اصطلاحاً اصیل معنوی که شما میگید منشأش کجاست، از کجا در میاد. این در واقع اینجوری که شما میگید اختلاله، یک اختلال باور به بهشت و جهنم، انبار حافظه‌ای که مربوط به این تجربیات دینی است تا حد زیادی برای کسانی که پژوهشگر مغز هستن قابل. ولی آقای کسرایی اگر یک کسی بیاد بگه که من خدا ناباور هستم اما فهم واقعیت به شکلی که خدا ناباوران به من میگن کفایت نمیکنه. ببینید اسرارآمیز بودن جهان از قضا در علم مدرن با شکوه تره، چون علم مدرن پاسخهایی که به رازهای جهان هستی میده بسیار عمیق تره، ظرافت بیشتری هم داره. و در این حال بله، دلیل این که یک طیف بزرگی وجود داره از خدا ناباوری، یعنی طیفی که از ندانمگرایی شروع میشه تا با خدا ناباوری حد اکثری. خود ریچارد داکینز عدد 1 تا 7 رو تعریف میکنه و خودش رو در جایگاهی 6 متمایل به 7. خدا باور و خدا ناباور هست. حتی ریچارد داکینز هم خودش رو
هفت یعنی خدا ناباور مطلق نمیدونه، شش متمایل به هفت میدونه. یعنی هنوز جایی برای ندانم گرایی برای به عنوان یک اگنوستیک باقی میگذاره. بنابراین این سرشت استدلالی انسانه که خیلی قطعی نمیشه نظر داد. اما بحث بر سر ابتدای برنامه است، کدوم یکی از این خدایان ما نسبت به یک سری از خدایان خدا ناباوریم، خدایان ادیان ابراهیمی که اینها قصه های از آفرینش از صفر پیدایش تعریف کردن برای ما که اینها با عقلانیت ما سازگار نیست، علم مدرن اینها رو کنار میزنه، یا نه مثل بسیاری از دانشمندان، مثل حتی فیلسوفانی مثل نیچه و مارکس، اینها اساسا مثل خدا ناباوری نو، مثل آتیسم نو، اینها به شکل دین ستیز در واقع وارد نشدن. اینها تمدن انسانی عصر ما رو در یک مرحله پست تئیستیک استیج میدونن، یعنی مرحله پسا خدا باوری که منسوخ شده. دین یه پدیده فرهنگی بوده مربوط به گذشته تمدن بشری و امروز دیگه کارکردی نداره و کنار گذاشته میشه. آقای میردامادی، میخوام ببینم نظرتون راجع به اون بخش اول صحبت های آقای کسرایی چیه؟ در این که تجربه دینی رو علل اصطلاحاً مؤدش و علل نزدیکش رو میشه به صورت فیزیکالیستی یا نچرالیستیک طبیعی باورانه تبیین کرد، من موافقم. یعنی اینکه کمان که اندرو نیوبرگ یکی از پیشگامان علوم شناختی دین مجموعی از کشیش ها رو آورده و موقع که عبادت میکنن در نظر گرفته اونا رو اسکن مغزی کرده کجای مغزشون تحریک میشه، اینو کاملا درسته. اما توجه کنید که چه به نظر من جهش به نظر من از نظر فلسفی ناموجه اینجا صورت میگیره، که از این که تبیین مستقیم طبیعی باورانه از آنچه در مغز رخ میده انجام میشه، این نتیجه گرفته میشه که اینا توهمه. درست شبیه این رو نسبت به ادراک حسی هم میشه گفت. درست میشه کسانی که داره ادراک حسی هم، فرض کنید یه کودک رو بیارید و عکس طبیعت رو بهششون بدید و مغزشو اسکن کنید و بعد از اون بر اساس انفعالاتی که در مغز رخ میده بگید خب پس ادراک حسی نیست و توهم است. و این اساس با صرف به دست آوردن علل نزدیک یک ادراک نمیتونیم بگیم توهمه. نه نمیتونیم بگیم، مگر اینکه یک متافیزیک فیزیکالیستی که جناب عرفان برگرفتن به اون اضافه کنیم که اون متافیزیک درست مثل متافیزیک دینی. بر این اساس نمیشه این رو علم به معنی خالص گرفت، بلکه داده های علمی به اضافه یه متافیزیک طبیعی باورانه نتیجه شده است که توهم است. اما اگه اون متافیزیک رو باور نداشته باشیم به لحاظ فلسفی، با پذیرش تمام اون داده های علوم شناختی و عصب شناختی، باز به اون نتیجه که توهم باشه نمیرسیم. یک مطالعه در همین مارس 2019 منتشر شد در نیچر، پژوهشگران دانشگاه آکسفورد نه از دیدگاه در واقع شناخت مغز بلکه از دیدگاه تاریخی بررسی کردند شکلگیری و ظهور خدای مجازاتگر رو در تمدن‌های مختلف. اینها آمدند 10,000 سال تاریخ انسان رو بررسی کردند، 515 جامعه انسانی رو بررسی کردند، 30 مذهب با 51 متغیر مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی نشون داده شد که به موازات پیچیده شدن ساختارهای اجتماعی، نقش یک خداوندی گویا هماهنگ با اون خداوندی که ناظر و تضمین قوانین اجتماعی در فرهنگ‌های مختلف پررنگ میشه. یعنی از دید تاریخی هم خدایی که اقوام و قبایل مختلف در طول 10,000 سال تمدن انسانی ساختند، ابداع کردند، من تاکید میکنم روی این کلمه ابداع چون فرمهای مختلفی از خدا ابداع شده، اینها به نوعی به دنبال خدایی بودند که ضامن قوانین اجتماعی باشه و در طول تاریخ میشه ردپای چنین خدایی رو، خدای مجازاتگری رو، حتی با روایت خدای ادیان ابراهیمی پیدا کرد که به چه شکل در طول این 10,000 سال همگام با پیچیده شدن ساختارهای اجتماعی چنین خدایی ظاهر میشه. این به ما نشون میده که نه تنها جنبه تکاملی زیستی و بر اساس شناخت مغز میشه جایگاه خدا رو، جایگاه باور دینی رو پیدا کرد، بلکه به لحاظ فرهنگی هم میشه تبیینش کرد، میشه نشون داد از نظر تاریخی، یک رویکرد فرهنگی هم میشه بهش داد که چنین خداوندی نیاز بهش حس شده گویا در طول تاریخ تمدن که بتونه ضامن قوانین اجتماعی باشه. خدا ناباوران
جدید که شما آتیسم های نو شمردیدشون، نام نهادیدشون مثل ریچارد داکینز، بر همین اساس میگن که آینده از آن خدا ناباوری، یعنی تمدن بشری داره به سمت خدا ناباوری میره. با تبختر نسبت به خدا باوران صحبت میکنن، گویی خدا باوران متعلق به یک مرحله پیشین در اجتماعات بشری هستن. این تبختر خیلی مخربه دیگه در تعامل بین خدا باور و خدا ناباور. من از این جنبه بهش نگاه نمی کنم، از این دید نگاه می کنم که این تبختر خواستگاهش کجاست. خواستگاهش اینه که باورهای دینی، باور به قصه های کودکانه که از قضا این باورها خطرناکند، کاملا موجهه. به این دلیل که فرض کنید که تکست دینی به ما میگه که جهان 6000 سال پیش ایجاد شده، خب این باور قطعا غلطه. دیدگاه های غلط دینی رو میشه با دیدگاه از بالا به پایین بهش نگاه کرد و گفت بهش که این باور غلطه درباره پیدایش انسان. ولی اون وقت این چه نتیجه ای میده از دیدگاه، از بالا به پایین نگاه کردن، حرف زدن با خدا باوران؟ چون این نقدی که من گفتم نقد خیلی از خود خدا ناباورانه. مثلا جان گری فیلسوف معاصریه که میگه که اینطور با خدا باوران صحبت نکنید که گویی مثلا به یه مرحله پیشین از تکامل انسانی تعلق دارن. جان گری انواع و اقسام خدا ناباوری ها رو به عبارتی مطرح میکنه که و در نهایت مخالف این رویکرد آتئیسم نو یا دین ستیزی به نوعی هست و معتقده که خدا ناباوری سکوت و با قرائت های مختلفی ازش وجود داره. در واقع خدا ناباوران میتونن خدا ناباوری سکوت رو پیشه کنن، اما این یک قرائته، خیلی ها میتونن باش موافق باشن یا مخالف. ولی من معتقدم که باور دینی منشأ بسیاری از اعمال شریرانه در جهان ما بوده، بسیاری از جنگ ها ماهیت دینی داشتن و بنابراین دین ستیزی و خدا ستیزی بخشی از یک فرایند بزرگ فرهنگی برای صلح پایدار در جهان. در واقع وارد همون بحث متافیزیکال شدیم، یعنی سخن من این بود که صرف داده های اسکن مغزی یا داده های علوم شناختی عصب شناختی ما رو به توهم بودن تجربه دینی نمیرسه، پایه متافیزیک هم در میاد. و جناب عرفان به درستی وارد به نوعی بحث متافیزیکی شدن، اشاره کردن به نقادی تاریخی. خلاصه فرمایشش این بود که در دین دگرگشت تاریخی رخ داده است، پس نامعتبر است. در علم هم دگرگشت تاریخی رخ داده، یعنی فهم دانشمندان یونان باستان با فهم امروز ما از تقریبا هیچ چیز مشترک نیست. اما این به این معنی نیست که علم نامعتبره، بلکه نشون میده که فهم ما از پدیده، حالا اگه به دین برگردیم و یا در مورد علم که به طبیعته، فهم ما از طبیعت در علم رو به رشد و فهم ما از امر الوهی که اصولا متعالی و ترافرازنده است، یعنی به چنبره فهم ما در نمیاد، طبیعیه که فهم ما از خداوند یا امر الوهی تغییر کنه. این لزوما نه تنها به معنی نامعتبر بودن دین نیست، و بلکه اگر فهم ما تغییر کنه نشان دهنده پویایی دینه. و این اساس حتی با این متافیزیک که به نقادی تاریخی توسل میجوی نمیشه به نظر من دین رو رد کرد. اما اشاره کردی به جان گری، هر دوی شما عزیزان، جان گری اتفاقا تو اون هفت نوع خداباوری کتابش به خوبی نشون میده که نه تنها به خلاف آنچه که جناب عرفان فرمودن دین قصه های کودکانه نیست، بلکه به نظر جان گری اصیل ترین نوع خدا ناباوری با اصیل ترین نوع دینداری عرفانی آنچنان با هم نزدیکه که گویی دو روی یه سکه است، که در واقع نوعی الهیات سلبی عرفانی است که خداوند چنان ترافرازنده است، چنان متعالیه که در باب اون نمیشه سخن گفت و نهایتا عارف به سکوت میرسه. چنین چیزی با تمام اون اسطوره هایی که در متون دینی آمده سر سازگاری نداره و ممکنه اسطوره رو معنی نمادین بگیره و در این حال با علوم جدید هم سازگاره، در این حال حق راز جهان رو ادا میکنه. به خلاف آنچه که جناب عرفان گفتن، اصولا در جهان، در نگاه علمی، یا بهتر بگم در نگاه علم زده، حق راز بیان نمیشه، ادا نمیشه. از همین ریچارد داوکینز پرسیدن که خب پس معنای کیهانی که دین میداد که خب دیگه در دسترس نیست، چه بکنی؟ چرا نمیشه آیه؟ همین رو می‌خواستم من توضیح بدم. شما اگه می‌خوای ببینی چرا اینقدر هستی رازآمیزه، برو همین موزه علم در لندن، شواهدش اونجا خواهید دید که چرا اینقدر هستی اسرارآمیزه. یعنی لازم نیست اسرارآمیز بودن شما رو برسونه به سمت خداباوری. نه ویتگنشتاین که حالا مخصوصا چون آقا عرفان هم از سنت اتریشی آلمانی میاد، ویتگنشتاین یه جمله خیلی
جالبی داره. و توجه کنیم ویتکنشتاین جز کسانی بود، جز همین وقعیت‌های پیچیده، گفت من دینی نیستم ولی نمیتوانم جهان رو از منظر دینی نگاه نکنم، به این اساس به بحث ما ربط داره. ویتکنشتاین جمله بسیار درخشانی داره، میدونیم که عمیقا تحت تاثیر داستایفسکی، عمیقا تحت تاثیر کیرکگور، میگه این که جهان چگونه است رازآمیز نیست. البته اونم رازآمیزه ولی عمیقا رازآمیز. این که جهانی هست رازآمیزه. به خاطر این میگم حق رازآمیزی جهان در نگاه علم زده ادا نمیشه، برای اینکه معنایابی خرد در نگاه غیر دینی ممکنه. و حال اگر سقفی بالا سرم باشه و یارم در بر باشه، گویه یه معنای خرد دارم، ولی معنای کیهانی جز معنای کلان رو کلان رو جز خب... با معنای دینی و شبه دینی نمیشه به دست آورد. این هم جالبه، این هم نوعی از تبختره، یعنی تبختر فقط نزد خدا ناباوران نیست، اینکه یک خدا باور بگه منم که میتونم معنای کلان رو بیابم، با حرفای خود همون جان گری که شما هم خوشحالم بهش اشاره کردید ناسازگاره. جان گری میگه که هم خدا باوران و هم خدا ناباوران باید بیاموزن که حکمت پراکنده است. وقتی شما اسم دیدگاه آقای کسرایی رو میذارید علم زدگی و نه علمی، خود همین نشون میده که خیلی چندان اعتقاد نداری که این بر هم یک حکمتی هست، نه؟ در صورتی که از علم بشه استفاده کرد، ولی متافیزیکی که به علم چسبیده و گویا اون متافیزیک رو هم به صورت به تعبیر قاچاقی میخوان به صورت علم عرضه کنن، اگه این رو بشه من حق دارم نقد کنم و حق دارم اسم رو علم زده بذارم. توجه میکنید؟ و نکته بعد اینه که به ویژه در اون خدا ناباوری سکوتی که جان گری میگه که به نظرم به الهیات سلبی نزدیکه، فرد خدا باور حق ندارد بگوید که حقیقت در چنبره منه، ولی میتواند بگوید که به تعبیری من در پی آواز حقیقت روانم. این رو میتونه بگه خدا ناباورم. به اساس این داگماتیزم نیست. خدا ناباورم میتونه همینو بگه. خدا ناباور در صورتی که با در واقع قاچاقی یه متافیزیک رو به علم چسبوندن معتقد باشه که سوگند میخورم که خدا نیست در زمین غیر از شما و رنج شما نیست در زمین، و به ویژه اگه این رو با قطعیت بگه و به ویژه مثل ریچارد داوکینز بگه که ما چرا دانشکده الهیات داریم تو آکسفورد، برای چی بچه ها آموزش دینی میدین؟ این هیچ نسبتی با تواضع علمی نداره. ببینید اگر که این مجموعی از دین رو، باور به خدا رو، با لایف استایل یعنی نحوه زیست بشر یکی بدونیم، که بحث پیچیده میشه، در ابتدای بحث هم صحبتش شد، بحث بسیار طولانی تر از این خواهد شد، اما این قصه ها و این داستان ها اگر به عنوان یک میراث فرهنگی بهش نگاه کنیم، به عنوان شعر، به عنوان یک مجموعی که از تاریخ گذشتگان به ما رسیده، به عنوان حالا یک میراث ارزشمند، این میراث یک میراث خطرناکه، به این دلیل که بسیاری از این قصه ها صرفاً بیان‌های نمادین و سیمبولیک نیستند. بسیاری از این قصه ها به قیمت جان انسان ها تموم میشن و نشان به این نشان که واقعاً این اتفاق افتاده. کسی به دلیل این که در ایران تردید کرده در این که یونس از شکم نهنگ خارج شده، به مرگ محکوم شده و اعدام شده، این است که دین باوران در ایران، بله، محسن امیر اصلانی به اتهام این که رد کرده یا ایجاد تردید کرده در این که یونس که در واقع از دید ما خدا ناباوران، حتی وجودش هم مشخص نیست که این اشخاص واقعا وجود داشته باشن. شما تصور کنید که یک قصه، یک داستانی رو به اتهام رد شخصیت اون داستان کسی به مرگ محکوم کنه. این عدم توازن بین رویکرد ماست. دینداران با خشونت هرچه تمامتر هر کسی که تردید میکنه. جان گری یکی از نقدهایی که من بهش وارد میکنم اینه که به خصوص اسلام رو نشناخته، حکم ارتداد رو نشناخته، حتی نمیدونه وقتی از این که بین دین و خدا ناباوری تضادی نیست صحبت میکنه و فکر میکنه یک گرهی رو گشوده و بین دین و خدا ناباوری تضادی نیست، اشتباهش آنجاست که نمیدونه که در اسلام برای خدا ناباوری مجازات مرگ هست. یعنی شما اجازه ندارید خدا ناباور باشید و کفر به سادگی نیست که شما باور خودتون رو داشته باشید. بله، افرادی رو مثال میزنه، شما ممکنه باش موافق باشید که اینا رویکرد عرفانی دارد. اسپینوزا رو، جیوردن و برانو رو مثال بزنید، شما انالغازات همدانی رو مثال بزنید، این کاملا ممکنه افرادی بودن که بین اینها تناقض ندیدن، اما فرجام اونها رو هم نگاه کنید. آیا کسی که
وجود خدا رو انکار کنه به راحتی دیندار میپذیره وجودش رو، میتونه همینطوری با هم صحبت کنه یا نه براش مجازاتی تعیین میکنه که در اسلام غیر قابل بازگشت چنین مجازاتی. در این که به اسم دین خشونت ناموجه روا داشته شده هیچ تردید نیست و تاریخ دین پر از این، اما در این که در واقع به اسم خدا ناباوری هم خشونت فراوان روا داشته شده تردیدی نیست. شما برید مدخل تعقیب و آزار مسیحیان در حکومت استالینیستی رو ببینید، اصلا شگفت انگیزه. بله همین هم پاسخ دارم. کلیسه ها رو خراب کرده، چقدر کلیسه ها رو استاب کرده، چقدر تعقیب و آزار کرده. کاملا درسته. و این اساس هر پدیده ای که در واقع جنبه آرمانی داره تبدیل میشه به جهاز و دم و دستگاه و سامانه باور، جا برای خشونت هم ایجاد میشه. استدلال شما برای اینکه بتونید دین رو نامعتبر کنید باید بیش از اون باشه جناب عرفان، باید نشون بدید که این از ذات دین برمیخیزه. منشأ بسیاری از جنگ ها، نه همه جنگ ها، نه ریشه همه شر ها خداباوری بوده. اما یه نکته ای من فقط در ادامه اون بحث جناب یاسر بگم که صحبت از این بود که بسیاری از خدا ناباوران، کسانی که مثل دوره ای از میلیتنت اتیست ها، یعنی آتیست های مبارزی که خب ایدولوژی مارکسیستی داشتن، اینها دست به جنایت زدن. بله شما میتونید در طول تاریخ بسیار پیدا کنید که هیتلر و استالین اینها انسان های خدا ناباوری بودند و خدا باور هم نبودند. اما چند تا نکته، اون چیزی که از خدا ناباوری مد نظر ماست، خدا ناباوری در واقع اینطور نیست که ما جایگزین دین و خداباوری رو با یک ایدولوژی دیگه مثل مارکسیسم یا کمونیسم پر کنیم. ما می‌خوایم با خرد و عقلانیت، با داده‌های علمی پر کنیم، نه با یه ایدولوژی دیگه. ولو اینکه بسیاری از آتئیست‌ها مطلوب ما نیستن. چرا؟ چون اینها در دیدگاه کلیشون خدا رو رد می‌کنند، اما چه چیزی جایگزینش می‌کنند؟ این مهمه. بسیاری از باورهای خرافات جدید، معنویت‌های نوظهور، تعبیرهای گنگ و مبهمی مثل انرژی‌های مثبت، انرژی کیهانی، اینا بی ربطه. صحبت ما از اینه که ما داده‌های علمی و نتایج علم مدرن رو و خرد و عقلانیت رو جایگزین این باورهای خرافی کنیم، نه یک ایدولوژی دیگه مثل مارکسیسم. من میتونم بگم که اگر دین هم نبود باز هم کم و بیش در سرشت بشر این خشونت بود. از قضا پاره‌ای از آینده پژوه های فرضی که صورت گرفته، یعنی در مورد فضاهای آینده‌ای که در گذشته در واقع کانتر فکتوال، قضیه های شرطی خلاف واقعی که پژوهش صورت گرفته، بعضیش سعی کردن عامل دین رو از بعضی برهای تاریخی پژوهشگران حذف کنن و به این نتیجه رسیدن که بازم کم و بیش خشونت شبیه همین. این نکته اول. من نکته دوم در مورد این که خدا ناباوری ما ایدئولوژیک نیست. خدا ناباوری نوین ریچارد داکینز دست کم اون نسخه کاملا ایدئولوژیکه و ستیز جوست. و وقتی حضور شما عرض کنم که اولش فیلسوف بسیار در میانشون کمه، شاید فقط دانیل دنت باشه و یک فیلسوف دیگه، حتی برخی از به نظر من نمونه های عالی خدا ناباوری مثل گراهام آپی استاد دانشگاه استرالیا که خودش خدا ناباور درجه ای که با این خدا ناباوران نوین خط قرمز داره چون اینا رو ایدئولوژیک میدونه. اما گرفتم اینکه مدل هایی از خدا ناباوری رو میشه در نظر گرفت که ایدئولوژیک نیست، که چنین چیزی ممکنه گری آورده اون مدل عالی به نظر من عالی و حتی مدل های دیگه مثل آپی که با اون خدا ناباوری سکوت هم میانه نداره همچنان ایدئولوژیکه. اما خب خدا باوری هم میتونه مدل های غیر ایدئولوژیک داشته باشه و داره. مدل عرفانی الهیات سلبی مثلا، نمیخوام بگم الهیات ایجابی مدل های غیر ایدئولوژیک نداره، اما به طور ویژه تاکید من روی الهیات سلبی عرفانی، اینا کاملا غیر ایدئولوژیکن. چرا غیر ایدئولوژیکن؟ برای بیننده ها میتونید چند اسم ببرید که مثلا در سنت مسیحی مایستر اکارت، در سنت اسماعیلی شیعه اسماعیلی ابو یعقوب سجستانی، در سنت صوفیانه اهل سنت ابن عربی، در سنت شیعی خودمون به نوعی علامه طباطبایی رو شاید بشه نام برد یا ملا صدر، اینا همه الهیاتشون الهیات سلبی. به چه معنا؟ یعنی که ما در مورد خدا به نحو ایجابی نمیتونیم بگیم خدا چه شکلی هست، صرفا میتونیم بگیم خدا چه شکلی نیست. این سلبی گرایی در واقع یه نوع تواضع معرفتی به دنبال داره و راه رو برای پالایش فهم ما از این کاملا باز می‌ذاره. این نوع سلبی گرایی همسایه ندانم گرایی نمیشه، اگنوستیک نیستن اینا واقعا، یعنی میبینن که نمیتونن صفتی رو به خدا اطلاق کنن.
ولی یک در واقع بار اومدن در یک محیط دینی مانع میشه که انکار هم کنن، در نتیجه به در واقع الهیات سلبی میرسن. مدل های رادیکال الهیات سلبی نوع ندانم‌انگاری دینیه، اما مدل های میانه روانش مثل ابن عربی که میخواد میان سلب و ایجاب جمع کنه، نه. مثلا مدل ابن عربی رو بخوام یه ذره بیشتر توضیح بدم، ذات الهی رو فراتر از این میدونه که حتی وجود رو به اون نسبت بدیم، یعنی بله. در واقع به یک شبه الهار نزدیک، حتی نمیگه خدا وجود داره در ذات اونجا، مقام لا اسم و لا رسم. این سوال رو از این جهت ترک کردم که در واقع بازم ممکنه ما رو به اون تقسیم بندی برسونه که ابتدای برنامه بهش اشاره شد، که خدا ناباوری میتونه صریح باشه، میتونه ضمنی باشه، میتونه درجه آمیختگی با خدا باوری داشته باشه، و این الهیات سلبی شاید یه جایی در این طیف قرار میگیره دیگه. بنابراین تصور این که اینها دو قطب کاملا متمایز هستن، که البته نمیگم مهمان ها چنین اعتقادی دارن، ولی این تصور خیلی رایج دیگه، و فکر میکنم این تصور باعث میشه، یعنی اینکه این دوتا در دو سنگر متفاوت هستن، باعث میشه که هر یک از دو گروه اعتقاد خودش رو یک فضیلت بدونه، و این فضیلت رو تبدیل به یک در واقع اخلاق متعالی تری بکنه، یعنی فکر کنه که از نظر اخلاقی دارای فضیلت بیشتریه چون خدا ناباوره. مطمئنم ریشارد دوکنز چنین فکر میکنه و خیلی از خدا باوران چنین فکر میکنن، فکر میکنن از نظر اخلاقی برترن چون خدا باورن. بله، مدل های به طور خاص الهیات سلبی که من بهش تمایل دارم و به نظرم یه مدل بسیار اصیل و پرآتیه و مایدار خداباوری است، از قضا مدلی است که به نظر من محسنات گونه اصیل و متواضع از خدا ناباوری رو داره ولی معایبش رو نداره، و محسنات گونه های اصیل خداباوری رو داره ولی معایبش رو نداره. و معایب دو طرف اینه که در واقع فضیلت فروتنی در دو مدل نیست، و اینی که ما حقیقت رو در چنبره خودمون نداریم، در نهایت در پی آواز حقیقت روانیم. این مدل به نظرم در الهیات سلبی عرفانی الهیاتی چیه آقای کسری؟ ببینید، این که حکمت پخش و گسترده شده است، در واقع هر کسی بهره‌ای از حکمت داره و خیلی گسترده تر ظاهرش خیلی زیباست، اما مسئله اینجاست که اظهار نظرهای دین درباره منشأ کیهان، منشأ جهان، صراحتاً غلطه. مثلا اینکه جهان بر روی شاخ گاو واقع شده، یا خیلی اظهار نظرهای دیگه در شش روز درست شده و این قصه ها، اینها صراحتاً غلطه. یعنی اگر کسی از موضع علم مدرن یک خدا ناباور اینها رو رد کنه، این نشانه در واقع تبختورش نیست، نشانه دید از بالا به پایین نیست. این چیزی که شما میگید داره یک باور غلط رو رد میکنه. این چیزی که شما میگید به نظر من میاد تا حدی حاصل از یکی دانستن خداباوری و دینه. دین و خداباوری ضرورتاً یکی نیستن ها. دین خداباوریه به اضافه یه سری نهادها، به اضافه یک فرهنگ خاص ناشی از اون که طی اعصار وجود اومد، به اضافه یه سری مفاهیم دیگه که میتونه مثلا در شکل حکومت اسلامی هم ظاهر بشه. و دین با باورهای اسطوره دینی هم یکی نیست. خداباوری با دین یکی نیست، دین هم با پاره باورهای اسطوره دینی یکی نیست. و حتی ادیان خدا ناباور هم داریم. جهت دوباره بگید. ادیان خدا ناباور و حتی بله، مثلا آینه بودا، فرم‌هایی از خب مسیحیت فرهنگی وجود داره. خب من نمیگم که آتئیستای نو یا آتئیستای ستیز جو، آیا تنها فرقشون با خدا ناباوران اثار پیشین این نیست که ستیز جویی پیشه میکنن به دلیل اینکه با خصوص بعد از 11 سپتامبر فکر میکنن دین و خداباوری یکی هستن؟ ببینید، این دوتا به نوعی از هم قابل تفکیک به این سادگی ها نیست. جوابش، پاسخش به همین سادگی ها آره یا خیر نیست، به این دلیل که خواه ناخواه منشأ اخلاق از خدا و مصدر این اخلاق از همون خداباوری در میاد. یعنی درسته که دین و خداباوری الزاماً یکی نیستن، اما به همین راحتی هم قابل تفکیک از هم نیستن. این نمونه های تاریخی خب به ظاهر بسیار زیبا میرسند و به ظاهر بسیار جذاب میرسن که دین هم میتونه قرائتی صلح‌جویانه داشته باشه، اما من راجع به تخیلات و توهمات صحبت نمی کنم. واقعیت روی زمین اینه که یک نویسنده‌ای به خاطر یک داستان یه رمانی نوشته،
به مرگ محکوم میشه به خاطر یه رمان. این واقعیت یه کشیشی هم در حکومت استالین اعدام میشه، این لزوما خود نابایی رو رد میکنه. استالین یک ایدئولوژی مارکسیستی، یک ایدئولوژی کمونیستی داره که موضوع بحث ما نیست. یعنی اساسا مگر من از ایدئولوژی مارکسیستی یا کمونیستی دفاع کردم؟ ما از آتئیسم نو دفاع میکنیم، از آتئیسم به عنوان یک مشرب فکری که یک ایدئولوژی نیست. شما یک ایدئولوژی مثال میزنید، آتئیسم نو شما هم که دانشکده الهیات میخواد در آکسفورد تعطیل کنه. آتئیسم نو آقای کسرایی، یکی از چهره هاش سم هریس دیگه. سم هریس کسی نبود که از جورج بوش دفاع کرده، یا اگر اشتباه نکنم هیچینز بود دیگری. هیچینز گفت که به نظر میاد جورج بوش با ما در یک سنگره برای مقابله با اسلام گرایی. کاملا ممکنه روی آتئیست ها روی کارت های مختلف سیاسی دارن. مثلا اینکه آتئیست هم میتونه تبدیل به آتئیست نو هم میتونه تبدیل به چنین ایدئولوژی بشه. یک فردی که آتئیست نو میتونه راستگرا باشه، میتونه چپگرا باشه، میتونه در طیف های مختلف خدا باور، میتونه لیبرال باشه، خدا باور. ولی خدا باور این ذات گرایی رو من درده، ولی خدا ناباور نمیتونه حکم ارتداد و مرگ بده. تفاوت در اینه. این همه آشولا منتظری حکم ارتداد رو رد کرد، بعد امرشا فقط تو اسلامه، مسیحیت چی، یهودیت چی، شاید چون حکومت ندارن. اگر حکومت برسن حکم ارتداد ممکنه بدن. شما ولی بذارید من اینجا که رسیدیم بپرسم، میتونه خاتمه جالبی باشه. شما فکر میکنید خدا ناباوران از خدا باوران چیزی هست که بتونن بیاموزن؟ چی میتونن بیاموزن؟ ببینید در خلال این بحثا از دل بحث قطعا حقیقت در میاد، وقتی که ما مجبور باشیم با هم گفتگو کنیم. اما بحث بر سر اینه که دین به خصوص، باز من تاکید میکنم، ادیان مختلف به شکل‌های مختلفی تونستن خودشونو سازگار کنن با عصر مدرن. اسلام نتونسته تا بال این کار بکنه، ولی نفس گفتگو میتونه کمک کنه. به سوال من نیست، شما دارید میگید از گفتگو میتونن چیزی بیاموزن. اگر گفتگو بشه کرد، در اسلام نمیشه گفتگو کرد. پس از خدا باوران به نظر شما نمیشه چیزی، اگر خدا باوری بپذیره که میتونه با یک خدا ناباور گفتگو کنه. یعنی اون مسئله ارتداد رو، اون مسئله محدور و دم بودن، اینها رو از ادبیات کنار بگذاره، اون گذاشتن به سیر اسفقیان. بله، ولی و در پهنه میدانی این داستان نیست. این چیزی که شما میگید الان نشستیم با هم دیگه میتونیم صحبت کنیم، اما در واقعیت که این حاکم نیست. شما میتونید بسیار از افراد رو ببینید به خاطر همین باورها به مرگ محکوم شدن. بله، ولی آقای میردامادی از نظرم بسته نیست. آقای در نه. عمل فقط یه 40 سالی که حکومت بود. آقای میردامادی واقعیه اینجاست و با شما خدا ناباور صحبت میکنه. از دل چنین گفتگوهایی میشه آموخت. پس شما اگر چیزی به عنوان خدا ناباور میآموزید، از گفتگو با از گفتگو این به معنی نیست که از خود اون خدا باور چیزی میآموزید. یعنی فکر میکنید دیالوگ کمک میکنه؟ و البته اگر شما داکینز باشید، ریچارد داکینز باشید، میگید دیالوگ کمک میکنه، ما میآموزیم به این دلیل که میتونیم قانع کنیم اون خدا باور رو که غلطه. ببینید باورش. تبشیری نیست، در اصراری وجود نداره که ما بقیه رو متقاعد کنیم که اینها دست از باورهاشون بکشن. برخلاف دینداران، به خصوص ادیان تبشیری، که دوست دارن تعداد بیشتری رو گسترش بدن، زیر بال پر خودشون بگیرن. باوران فکر میکنه چنین نیست. اتوبوس ریچارد داکینز اتوبوسای لندن رو گرفتن، خدا نیست، راحت باش، تبشیری نیستن خدا باوران. خب آقای میردامادی، شما فکر میکنید خدا باوران چی میتونن بیاموزن از خدا ناباوران؟ مولوی یه بیت فوق‌العاده‌ای داره که به نظرم پاسخ پرسش شما درونه. میگه چطور، خطاب خداونده، میگه چطور پنهان شوی از من همه تاریکی و کفرم، چطور پیدا شوی بر من مسلمانم به جان تو. تجربه خدا ناباوران در صورت‌های عرفانی اصیل یک مرحله از تجربه عرفانیه. یعنی سالک از خدا ناباوری و از تجربه خدا ناباورانه خالی نیست که در جهان جدید اینا هستش و الهیات غیبت میزنن. شما به شلنبرگ هم در ابتدا اشاره کردین. به این اساس سالک در اون لحظات قبض، در اون لحظاتی که خداوند ازش غایبه، در واقع خدا ناباوره و در اینجا گفت بیا سوت تلان گرده همه. این واقعا این رو میشه آموختن نام نهاد؟ مثل این میمونه که شما به یک خدا ناباور بگی که من از تو میآموزم به این دلیل که تو ایستگاهی هستی که من ازش عبور میکنم و در نهایت به اونچه که خودم بهش اعتقاد دارم میرسم. خیلی آموزشی نیست دیگه. یعنی من نمیبینم در این واقعا فروتنی یک جستجوگر حقیقت رو. حقیقت به لحاظ پدیدارشناختی دست کم وقتی که سالک در مقامی است که خداوند از او غایبه،
او به لحاظ پدیدارشناختی شبیه خدا ناباوره و به این اساس میتونه از او بیاموزه. اما واضح است که سالک به نظرش میاد که مقامی وجود داره که فراتر از این مقام خدا ناباورن است، اما همچنان این خطر همیشه وجود داره که سالک در مقام لا اله بماند و به مقام الا الله نرسید. بله. و دست کم در مقام لا اله میشه از تجارب پدیدارشناختی خدا ناباوران اصیل آموخت، چه در قالب هنر، چه در مقابل فیلم، چه در مقابل موسیقی و مانند اینها. خیلی کوتاه اگه نکته ای هست شما. من فکر میکنم مشکل بزرگ این استدلال اینه که باز هم اون نگاه از بالا به پایین اخلاقی وجود داره و اینکه نهایتاً به خدا ناباور گفته میشه شما روزی به اون چیزی که ما الان میدونیم خواهید رسید و شما یک مرحله هستید که متوقف شدید، در نهایت حقیقت پیش ماست و شما در نهایت به جایی خواهید رسید که امروز ما هستیم. یعنی همون اتهامی که زده میشه به کسانی چون ریچارد داکینز که اونطور با خدا باوران صحبت میکنه که گویی متعلق به گذشتن و منسوخ میشن، شما فکر میکنید در این نگاه لااقل در این قرائت و در این گفتمان یه همچین چیزی رو من میبینم، چون که خدا ناباوری رو یک مرحله ای از حالا با تعبیر عرفانی میدونند که این یک مرحله گذراست و در نهایت به اون چیزی که قبلا خدا باور با این روی کردی که البته با این قرائت که جناب یاسر گفتند خواهید رسید در آینده. اما ببینید خود من یک بار دیگه تاکید کنم این طیف بسیار بسیار محل اشتباه میتونه بشه، این طیف بزرگ بین ندانم گرایی و خدا ناباوری. خود داروین در 1879 سه سال قبل از مرگش صراحتا میگه که من در شدیدترین نوسانات روحیم هرگز آتئیست به معنی واقعی کلمه نبودم، بلکه به خصوص که سنم هم هرچی بیشتر میشه و هرچی پیرتر میشم حراسم بیشتر میشه، ندانم گرا تعبیر مناسب تریه. بله. تا آتئیست. این که کسی موضعی میگیره و قاعدتا با گرفتن اون موضع یه موضع دیگر رو نقد میکنه، این صرفا به معنی تبختر نیست. تبختر موقعی است که کسی تن به گفتگو نده، دیگری رو واجد قصه های کودکانه و خطرناک و مانند اینها بدونه و در عمل سعی کنه اونو حذف کنه، بگه دانشکده الهیات رو تعطیل کنی. بله. به راست محافظه‌کار نزدیک بشه که برن کشورهای اسلامی رو بخوان دموکراتیزه کنن. ایناست که پشتش تبختره، ولی مادامی که گفتگو میکنیم من یک داوری دارم، شما یک داوری داریم، با هم گفتگو میکنیم، این تبختر نیست. بسیار خب، ادامه این صحبت ها رو شاید بگذاریم توی چند دقیقه پادکست و به خصوص دوست دارم نظر هر دو شرکت کننده رو در مورد آراء آلن دوباتان که یک خدا ناباور غیر ستیزه جو هست بدونم، که معتقد خیلی از نهادهای شبه دینی رو خدا ناباوران هم باید داشته باشن. مثلا همونجوری که دینداران میرن مسجد، خدا ناباوران هم هفته ای ماه یه بار باید دورم جمع شن. برنامه رو چون با عرفان شروع کردیم از شما بپرسم یاسر، این نظرت آلن دوباتان، این سوال رو بکنم که فکر میکنی خدا ناباوران هم نیاز به اونچه که اون کامیونیتی مینامه اجتماع متمرکز مداوم دارن یا نه اون باز تبدیلش میکنه به دین؟ ممکنه تبدیل به دین یا شبه دین بشه، اما چون معتقدم که در واقع دینی زیستن به گونه سرشتی آدمی است و این اساس با پیشنهاد دوباتن موافقم که گونه ای جمعی که خود ناباوران رو دور هم بیاره لازمه. داکینز و اینا در واقع میخواستن همین کار رو بکنن دیگه، ولی آمیخته شد به یه نوع ایدئولوژی و در نتیجه خیلی دیگه رونق پیدا نکرد. اما یه گونه های اصیلی اگر مثلا دور هنر و معماری اگر شکل بگیره به نظرم خیلی خوبه و کمک میکنه به دینداران که اون وقت اونا هم الگو بگیرن. من با این مخالفم به این دلیل که یک قرائت طنزی هم ازش داریم. آه. کاری که بابی هندرسون در 2005 به این طرف هیولای اسپاگتی پرنده رو به عنوان تمثیل مطرح کرد. آه. که اون خالق جهانه دور همی هایی دارن، کلیسای مخصوص خودشون رو دارن و اون دین پاستافاریانیسم رو به عنوان دین بهش نگاه میکنن که هم اجتماع دارن، علامت دارن. همین نردی که از جانب خیلی به نظرات باطن شد که شما اگه بخوای خدا ناباوران اینجوری دور هم جمع کنی، خب کم کم تبدیلش به یه دین میکنی دیگه، چون ابتدا یه نهادی میسازی، بعد این نهاد احتمالاً یه گروه هیئت امنای حاکمانی فرداش، کم کم این دین میشه. ولی آلن دوباتا یه نظرات جالب دیگه هم داره عرفان. مثلا میگه که خدا ناباوران باید یاد بگیرن چطور خدا باوری به انسان نگاه میکنه.
در واقع بیانش اگر خیلی واضح تر بخوام بگم اینه که معتقده که خدا ناباوری انتظار خیلی زیادی از انسان داره و انسان‌ها نمیتونن بدون خیلی از این الهاماتی که بهشون میشه زندگی کنن و میگه که خیلی رشد یافته تصور میکنن خدا ناباوران انسان رو و به همین دلیل رفتارشون با انسان‌های مذهبی گاه اثر تبختره. میگه باید مثل ادیان گاه انسان‌ها رو ببینیم، از نگاه خودش انسان‌ها ضرورتاً خیلی بالغ نیستن، همیشه بالغ نیستن. ببینید دین رو به عنوان یک پدیده فرهنگی اگر بهش نگاه کنیم، بله یک فردی که مثل خود ریچارد داکینز حتی سپر از این میکنه که نسبت به صدای ناقوس کلیسا حس داره، توییتی بود چند سال پیش مطرح کرد که نسبت به این صدا اگه از دیده که مسیحیت فرهنگی به مسئله نگاه کنیم حس داره. در تقابل گفته بود این خیلی بهتر از صدای ناهنجار اذان مسلمان هاست. یادمه از این دید. ببینید من صحبت از تحقیر افراد نمی کنم، یعنی اساسا چنین چیزی مجاز نیست، چون افراد انسان محترمه، انسان محترمه، اما عقاید محترم نیستن. شما میتونید عقاید رو به شدت و بیرحمانه نقد کنید و اون افراد دیندار هستن که باید جنبه خودشون رو برای شنیدن چنین نقدهایی بالا ببرن. شما الان به ریچارد داکینز، به تمام متولیان به اصطلاح این ایدئولوژی، جنبه آدمیان به طور معمول اینقدر بالا نیست که ما اینجوری باشون صحبت کنیم بگیم که علم کافیه، شما به علم اقتدا کنید. به همین جهته که خب بسیاری از کسانی که خودشون رو آتئیست میدونن در واقع آتئیست نیستن، اینها در واقع ندانمگرا هستن ولی خب خودشون رو آتئیست میدونن. خود یک دیالوگ خیلی جالبی بین کاردینال پل هست و ریچارد داکینز که اونجا این انتقاد رو مطرح میکنه که داکینز در واقع برای اینکه آتئیسم یک تنین بلندتری داره خودش رو آتئیست معرفی میکنه، ولی در واقع یه جاهای خودش رو ندانمگرا معرفی میکنه. بله یاسر، شما این که به درستی دو واتن معتقد است که گویی زیست بر اساس خدا ناباوری خالص ممکن نیست، به نظر من حتی میتواند دلیلی عملگرایان پراگماتیستی به سود خدا باوری باشه. این استفاده رو نمی کنه دو باتن. من نمیدونم اون حرف رو بون شک زده گفته زیست بله. بر اساس خدا ناباوری خالص ممکن نیست. بله زده. خب بعد دلیل شیر میخواست در دین برای خدا ناباورن این رو میگه و کما اینکه میدونیم که پاسکال دقیقا شبیه همین رو بله. اقامه کنفشنز کرد. بله بله در بله. پنسز در تعاملاتش که در واقع میگه اصلا زیست خدا ناباورانه نمیارزه به تعبیری، یعنی سروایوول ولیو یا پرگماتیک ولیو ارزش کاربردی ندارد. البته در مخالفت با کسانی چون پاسکال یه اندیشمند قرن 19 20 باکنین میگه که نه چنین نیست، اگر هم خدا وجود می داشت ما باید برش می داشتیم، برای اینکه زیست خدا باورانه نمی ارزه، انسان باید به خودش باور کنه. بنابراین اینم باز بحث این است که از چه منظری نگاه میکنی قضیه رو. اما در این لحظه به آخر پرگار این هفته می رسیم. ممنون از شما که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمان های برنامه عرفان کسرایی و یاسر میردامدی.